سواد این داستان رو ندارم. پس این رو حواستون باشه، دقیقا چیزی که الهام عزیز توضیح داد بهمون کامل، پس حواستون باشه خریدتون رو از کجا انجام میدین. خدمت شما عرض کنم الهام جان، من یه پیرو همین سوال بعدیم رو میخوام بپرسم که جواب بسیار خوبی دادی. این عزیزانی که میخوان تازه این کار رو شروع کنن، استارت این کار رو میخوان تازه بزنن برای بحث واردات کالا از کشور چین به ایران، چه توصیه ای داری برای ابتداش با چی کار کنن اینا؟ ببین به نظر من اگر کسی که واقعا تازه استارت کار رو بزنن، اگر سرمایش در حدی هست که خودش سفر کنه چین و خودش میشناسه، سورس رو میشناسه، جنسش رو کامل میشناسه، بیاد خریدش رو مستقیم انجام بده. خب واقعا خب به نفعشه، اولین گزینه اینه که خودش بیاد خرید مستقیم انجام بده و از نزدیک مثلا حالا اصلا نمیشناسه، سورسش هم نمیشناسه، ولی داره در اون مبلغ داره که سرمایه گذاری کنه، هزینه کنه بیاد چین، چون خودتون میدونید سفرش واقعا گرونه، یه رفت آمد بهش خب کلی هزینه برمی‌داره. اگر امکان سفر به چین رو نداره و خب سرمایه‌اش در حدی هست که میخواد تمام مثلا اون پولی که داره رو بذاره واسه استارت کارش، خب با ایجنت های معتبری که میشناسه کارش رو شروع کنه، نیاد مستقیم از روی، حالا به خاطر خطرهایی که گفتم، از روی وبسایت خرید بزنه یا ممکنه شانسش بگیره. حالا این وسط بالاخره میگم شانسه واقعا خرید از وبسایت ها، چه تو ایران باشه چه میدونم خارج از ایران بخواد خریدش رو انجام بدی، واقعا شانسه. مثل آنلاین شاپ های خودمون دیگه، کم نیستن که پول پرداخت میکنی ولی خب مثلا نه یا محصولی دستت نمیرسه یا اگه دستت میرسه اون چیزی که تو عکسه نیست. خب بس شما فکر کن بخوای بیای یه بیزینس رو راه بندازی بدون که اطلاعی داشته باشی، همینطوری مثلا بگر رو وبسایت خرید کنی و به امید خدا دیگه مثلا واقعا ممکنه خیلی هستن که همون خیلی ریسکیه، اگه بخوایم بگیم خیلی ریسکی هستش. آره دیگه بهترین کارش اینه که اصلا میگم با ایجنت معتبر. خب کسی که میخواد وارد یه بیزینسی بشه معمولا سرچ کرده دیگه، اطرافش یه افرادی رو میشناسه، بیاد از همونا کمک بگیره که مثلا این کارو کردن، مثلا یه وارد کننده رو میشناسه، میگه آقا بیا مثلا، یعنی من خودم باشم میرم با اون وارد کننده که داره چند سال کار میکنه که بهش اعتماد دارم، حالا یا طرف خودش وارد کننده است یا ایجنت داره، مثلا کسی هستن مثل ما توی چی، میام با اونا لینک میشم، میگم خب مثلا تو بیا واسه من کارو استارت بزن، بعد کم کم حالا طرف خودش رشد میکنه، بزرگ میشه، خودش ایجنت میذاره توی کشور دیگه یا خودش رفت آمد میکنه. درست میگم برای کار آره، یا بعد سفر کنی هزینه شو پرداخت کنی و بیای خودت سورس پیدا کنی، یا که اعتماد کنی به افراد معتبر. بسیار عالی سلیمانه، ممنونم ازت. برای سوال بعدی الهام جان میخوام این رو ازت بپرسم که این افراد خب که میخوان این کار رو شروع بکنن، این سوال شاید خیلی کلی باشه و خودم هم میدونم این سوال کلیه که میخوام بپرسم، ولی خب خیلی از عزیزان از ما این رو پرسیدن و گفتن آقا یه جوابی به ما بدین. خب چه کالایی برای شروع تجارت و وارد کردن کالا از چین به ایران مناسب تره؟ آره خب از منم خیلی پرسن، واقعا من نمیتونم به این ببینیم، اصلا بستگی شهری داره که تو زندگی میکنی، به بازاری داره که خب خیلی سال سختیه، چون ممکنه من به یه نفر بیام بگم خب اوکی مثلا بیام تخصص خودم بگم بیا برو مثلا چه میدونم یه سری اصلا یه سری آیتم های پابلیک که همه هم میتونم بفروشم، مثلا میگم کیس موبایل بیام خب تو میتونی بفروشی، ولی ممکنه توی شهر اون فرد انقدر اشباع شده باشه یا اصلا قیمت پایین تر از قیمت واردات دارن میدن، خب اون طرف ضرر کنه. میگم من نمیتونم هیچ وقت ریسک اینو نمیکنم، هیچ وقت جرئت ندارم کسی رو بیام فقط به خاطر که حالا میگم یه آیتم ممکنه پرفروش باشه، اون طرف هم هیچ اطلاعاتی نداشته باشه توی زمینه، بهش بگم خب چون پرفروش حالا منم مثلا روش ممکنه سود خوبی بکنه، بگم خب بیا روی این کار کن، هیچ وقت این کارو نمیکنم، میگم خودت برو قیمت بازار ایرانشو درآر، چون ممکنه اصلا قیمت بازار، میگم ممکنه مثلا یه آیتمی باشه خب که مثلا هم برای من سودی کنه، اکثرا برای من خب، چون میگم مثلا طرف اطلاعی نداره راجع به واردات دیگه، میگه من یه کالایی رو معرفی کن که من اینو بیام مثلا وارداتشو انجام بدم بفروشم، بعد خب اینجا با آیتم زیاده که من شخصا دوست بوده خیلی خوبی داشته باشه واسم خب، ولی میگم حالا من وجدان کاری اجازه نمیده که بیام بگم خب بیا مثلا بیا قاب موبایل وارد کن یا چه میدونم هندزفری یا میکروفون، خب اینا حالا اینا چیزای خوبی هم هستش واسه واردات کلا، ولی میگم ممکنه مثلا اون فرد بیا درف من گوش کنه این کارو این کالا رو وارد کنه، ولی تو بازار خودش تو بازار مثلا اون شهری که داره یا اشباع شده باشه یا قیمتای خیلی پایین‌تر،
داریم اتفاقا یکی از همکارا اومد ماگ وارد کنه بعد قیمتی که آره اصلا آورد خب مثلا یه حجم کمی هم آورد براش مثلا که بچه ها خرید فرستاد بعد واقعا نتونست با قیمت خوب بفروشه چون بود دیجیکالا این همون ماگو داشت بدون مثلا هزینه ترخیص و واردات داشت مثلا زیر قیمت وارداتمون داشت میفروخت خب اینا چیزایی که بعد طرف بازار سنجی کنه ببینه که واقعا آیا میتونه این کالا رو من بیاد قیمتو بگیره مثلا میگه من همین ماگو اگه از قبل تحقیقشو خوب میکرد تهش میگفت آقا مثلا ماگ براتو در میاد تا ایران قیمتش مثلا 200,000 تومان معمولا رو 200 تومان در میاد خب میگیم در میاد 200,000 تومان بعد خب وقتی دیجیتال داره میده 180 تومن یا مثلا توی بازار فراوونه مثل اون ماگ با همون کوالیتی تا 170,000 تومن 180,000 تومن دارن میفروشن خب قطعا تو شکست میخوری دیگه توی این زمین 100 درصد یا بعد یه جایی به آره یه جایی برای بفروشیش مثلا یه چه میدونم حالا پکش رو بعد تغییر بدی اینا دیگه حالا حقوقی که نه دیگه کار مثلا شیوهای بازاریابیه مثلا اون کالایی که دستت میرسه حالا برات گرون در اومده دیگه بالاخره یه چیزی ردش کنی دیگه ولی میگه اگر از قبل اطلاعات داشته باشی و تحقیق کنی بدی آیا مثلا میتونی اینو بفروشی تو شهر توی کشوره خب خیلی بهتره من نمیتونم بیام بگم این کالا رو بیم وارد کنی دقیقاً چیزی که من به همه عزیزان میگم زمانی که از من سوال میکنن این مسئله رو که آقا ما چی وارد کنیم مخصوصا در بازار امارات میگم ببین برادر من خواهر من کسی که دنبال این داستان هستی شما زمانی که میخوای یک کالایی رو وارد کنی قبلش باید تحقیق درستی در رابطه بازار داشته باشی تحقیق درستی در رابطه بسترت داشته باشی و ببینی که اصلا الان خود همین دیجی کالایی که شما به درستی فرمودی خیلی بحث سورسی شده یعنی تو ایران شما الان مثلا هر چی بخوای بخری حتی این لیوانی که الان من داخلش آب ریختم شما بخوای کسی الان بخره اول میره دیجی کالا سرچ میکنه ببینه این لیوانه چند حالا یا خودش یا مشابهش چون خیلی زیاده 1,000,000 کالا تو دیجی کالا وجود داره دوستان عزیز اینو در نظر داشته باشید واقعا الان انتخاب کالا و خریدش بستگی خود شما داره چون اون در از ایجنت یا اون کسی که تاجر این داستانه که نمیاد وقتش رو واسه شما بذاره چون اون در روز میلیون ها حداقل میلیون ها نگیم چند صد هزار مشتری داره که پیگیر کارهای اون هستش خب ایجنت های واقعی رو دارم میگم نه این بلاگرا خب آره. خدمت شما جونم چی فرمودین من یه توصیه حالا مثلا الان به ذهنم رسید که ممکنه واقعا یه فرقی هم به نظر من کاری که میتونه بکنه سایت های گمرک رو و با اتاق بازرگانی رو چک کنن اونجا هم مثلا کالاهایی که وارداتش خیلی زیاده خب مشخص میشه میتونن از اونجا واقعا تشخیص بدن مثلا اگه یه نفر از من بپرسه تو زمینه کار خودم براشون اطلاعات دارم مثلا واسه واردات خب کسی بپرسه بگه مثلا چه پیشنهاد میدین اگر واقعا ندونه بگه خب من نمیدونم مثلا خودت هر چی گفتی چیزی که ممکنه توی زمینه کار خودم پیشنهاد بدم که میدونم الان بازار ایران نیاز داره بهش واردات لوازم خودروی چینیه ماشینای چینی خب مثلا من اینو راحت بلد. میگم میگم آقا مثلا تو بیا توش فروشندم باشی قطعا موفق میشی بعد اصلا خوب میشه چون الان واقعا بازار ایران میخواد لوازم الکتریکی ماشین چینی خب یه چیزی این بین متذکر شدید یه لحظه صدا قطع شد خب یه چیزی دیگه آره بله اینم یه مورد حالا اینم که داشتم میگفتم اگر فردی نمیدونه چجوری میتونه یک کالایی رو انتخاب کنه بره اتاق بازرگانی ایران رو چک کنه وبسایتش رو یا سایت های گمرک رو خب اونجا همه کالا هم کد HS کدش رو میتونه پیدا کنه چون خب خیلی مهمه HS کد داشتن کد تعرفه رو منظورمه بر اساس همون رو میتونه چک کنه همین که ببینه اصلا واردات هر کالا چقدر در سال چون حجم رو مشخص میکنه تو اتاق بازرگانی بعد قشنگ دستش میاد که میتونه روی چه کالای کار کنه بسیار عالی. اینم حالا مثلا توصیه خوبی اگه کسی خواسته پس یکی پس برای این صحبت روی این سوال شدش اول این که روی کالاهایی کار کنی که بیشتر مصرفیه مخصوصا ببینه الان بازار ایران تشنه چه درس کالاییه الان با بحث خودروهای چینی داغه خودروهای چینی متاسفانه چون بیکیفیتن خودروهای چینی که تو ایران وارد میشن چون بیکیفیتن قطعای سود خراب میشه سپرش میشکنه تو تصادفات و امثال اینها نیاز به قطعات یدکی داره این بیزینس خوبیه ولی
من اینجا نظر خودم به شرط کسی باید وارد این داستان شه که چو عدد درست حسابی داشته باشه و ایلا مثلا با یارو مثلا دوستانمون ممکنه مثلا بگن آقا من مثلا 500 میلیون دارم 1 میلیارد دارم، این عددا واسه این داستانا کافی نیست. شما الان با 500 میلیون 1 میلیارد حتی تو بازار در از لپتاپ و گوشی هم به زور میتونی وارد شی، چه برسه بخوای هزینه ترخیصش. آره انقدر هزینه ترخیصش میره بالا که اصلا برات نمیصرفه. احسن، میخوام این رو عرض بکنم دوستان، اول یه آمار دقیق از همه جا بگیرن. بله یک کالایی مثل قطعات وسایل ماشینای در از چینی الان خیلی بلده، خیلی برده، خیلی بولد هستش و هر کی واردش بشه به نظر من برنده است، به شرطی که بلد بشه بفروشه، بازاریابیشو بکنه. دقیقاً بازاریابیشو بکنه، جاشو داشته باشه، بسترشو داشته باشه، همه اینها. بسیار ممنون که اینو به اون پاسخ کامل دادی الهام جان. خدمت شما عرض کنم سوال بعدی که میخوایم بریم، ما فرض رو بر این میذاریم عزیزان رفتن اقدام کردن، پیگیری کردن، جستجو کردن، سایت های مختلف، همه این کارهایی که الان توضیح دادیم و انجام دادن، خریدشون هم یا شروع کردن یا انجام دادن، این خرید رو از یا ایجنت یا خودشون این کار رو انجام دادن، خرید کالا رو انجام دادن، هر چی که هست. خب میخوام ببینم که نحوه ارسال این کالاها از کشور چین به ایران به چه صورته، به چه صورت انجام میشه و حدود زمانی که در از زمانی که کالا آماده میشه، تولید میشه، پک میشه، همه کاراش انجام میشه و ارسال میشه چقدر زمان میبره به دست مشتری برسه؟ کلا دو تا روش، یکی هوایی یکی دریایی. حالا هوایی هم تا یه حجم تا یه وزن مشخصی فکر میکنم، تا حالا چون من کلا میگم خورده کار نمیکنم، خیلی دقیق رو برای هوایی نمیدونم، فکر میکنم تا شاید 5 کیلو رو بتونید با هوایی بفرستید، اونم یه سری آیتمی که خب گمرکیش مشخص باشه، اجازه داشته باشید واردش رو انجام بدید. حالا من اینو دقیق حقیقتا نمیدونم تا چند کیلوه. دریایی هم که بخواید بفرستی حالا از یک سی بی ام شروع میشه، زیر یک سی بی ام معمولا نمیفرستن، یا بعد صبر کنی که سی بی امت پر بشه بعد برات ارسال کنن، مثلا با بار بقیه پرش میکنی معمولا، یا هم کانتینری از یک سی بی ام. آره کانتینری برات ارسال میشه، چون دوستان سی بی ام ممکنه ندونن چیه، من عرض کردم ببخش. آره بعد معمولا هم به خاطر شرایطی که برای ایران پیش اومده سر حالا مثلا نبود کشتی درست حسابی، سوخت و اینا، خیلی روند ارسال به ایران مثلا طول میکشه، معمولا 20 روز طول میکشه تا برسه بندر عباس. حالا بستگی داره شما از چه بندری بخواید ترخیصش کنید، میگم بین 20 تا 25 روز روی آبه. بعد دیگه باز پروسه‌ای که از شینگ بندر خوبه، از بندر ایران که میرسه دیگه با خداست ترخیصش. داستان ترخیص اصلا یه داستان ترخیص اصلا خودش یه پروژه است، میشه اصلا روش کار کرد. آره دقیقا، چون آخه ممکنه معمولا میگم بین بندرات هی ترانزیت میشه یا چه میدونم تخلیه میشه، میخواد بره بندرهای مختلف، از بندر عباس تا بندرهای مختلف شما یه ماه حساب کنین حداقلش. خب مگه که خود بندر عباس بخواد تخلیه بشه که خب ترخیص کارشون اونجا کار کنه، ولی معمولا از بندر عباس و بندرهای دیگه یه چیز حدود یه ماه زمان میبره. اینجا قطعی داریم از بندر عباس و ببخشید از بندر عباس و مجدد بگو چون قطعی داشتیم. آره میگم اگر از بندر عباس بخواد ترخیص بشه، ترخیص کار داشته باشید که خب اوکی، همونجا معمولا شما حساب کن 20 روزه دستته، 25 روزه دستته جنس. حالا 10 روز ما حساب میکنیم واسه ترخیصش، خب یه ماه زمان میبره. ولی اگر بخواد این از بندر عباس بخواد شیپ بشه، ترانزیت بشه بره بندرهای دیگه، خب همین تایم بخواد که دائم داره تخلیه میشه، چند تا بندر میخواد کشتی عوض کنه و اینا، یه ماه یک ماه و نیم ممکنه زمان ببره. بعد اگر این وسط با کانتینر چکینگ بخوره که دیگه اصلا هیچ کس نمیدونه که چه قراره مثلا ترخیص بشه، اون دیگه به گمرک بستگی داره، چون وقتی چکینگ میخوره به بازرس رفت داره، چون بازرس میذاره تو نوبت و دیگه خودتون در رونده. دقیقاً یه موقع شده که اصلا یه دفعه کالای شما مونده به خاطر یه کالای دیگه، نه الزاماً کالای شما مشکل داشته باشه، کالای یه نفر دیگه مشکل داشته، کشتی رو نگه داشتن، استاپ کردن، یه دفعه میبینی 6 ماه یه سال شما درگیری با بودوی آقا بزنی تو سرت که چرا بار من ترخیص نمیشه.
آره، مگه اینکه مثلا کسی یه کانتینر مثلا الان برای کار خود من که مثلا مشتری من، خب یه کانتینر فول از یه جنس سفارش میدن، خب مثلا یه پیشو مثلا یه کانتینر طرف میخره، خب بله این روند